با سلام و عرض ادب خدمت گزارشگر خوب من و تو. من اوچای امداد خودرو ایرانم، خدمات پس از فروش ایران خودرو رو صحبتم با مدیر عامل محترم امداد خودرو ایرانه که چرا هر سال به مشکلات امدادگرا اضافه میشه، چرا هیچ کاری برای امدادگرا انجام نمیدین و هر سال هم دارین فشار رو امدادگر بیشترش میکنین. امدادگری که کل سرمایهش رو وارد ناوگان امداد خودرو کرده، ماشین تجهیز کرده وارد شده، از اینکه 700-800 میلیون ماشین آورده، خودش 12 ساعت وقتش رو میذاره تو تعطیلاتی که همه میرن مسافرت، امدادگر وایساده تو جاده تا بتونه به مشتری های شما خدمات بده. نمیدونم امدادگری رو که شما کردین پیمونکار، یعنی امدادگر رسما نیست، کاری که کار تخصصی بلده ولی شده پیمون کار، ولی عوض شما نه نمیدونم برای این امدادگر ایدی پرداخت میکنین، نه سنواتی پرداخت میکنین، نه نمیدونم حق اولادی پرداخت میکنین، نه برای خود رو نمیدونم از وزارت نفت سهمیه بنزینی گرفتین، نه نمیدونم بابت خرابی خود رو امدادی نمیدونم امدادگر هزینه ای پرداخت میکنین، کمیسیوناتون هم که ماشالله بالا، و نمیدونم از فاکتورهای غیر گارانتی دارین 80,000 تومان بدون اجازه امدادگر هزینه برمیدونین برای خودتون، نمیدونم بابت چی، بابت نمیدونم با شاید بابت اون 4 تا ارزاقیه که شما هر 6 ماه در خونه امدادگر میفرستین. خواهشن من نمیدونم این حرفای من کاش به گوش مسئولین برسه و به داد امدادگر امداد خودرو ایران برسه که این همه تحت فشار نباشه، این همه سرمایه رو وارد میکنن، این همه وقت میذارن، آخر سر با فشارهایی که شما وارد میکنین، با قرارداده یه طرفه که شما با امدادگر امضا کردین، مجبور میشه از امداد خودرو خداحافظی کنه بره. شما کاری برای امدادگر انجام ندادین و نکردین.